حکم دادگاه برام اومده و من خیلی براش نگرانم که ممکنه چی باشه، یا ممکنه زندان باشه بدون اینکه بیام بیرون، یعنی بدون اینکه با وثیقه بتونم بیام بیرون، یا ممکنه جریمه نقدی باشه که اونم بیشتر از 1 میلیارده، یعنی میلیاردی جریمش، و اگه نتونم بدم که نمیتونم هم بدم اگه میلیاردی باشه، 100% به خاطرش باید برم زندان و از جریمه نقدی کم میکنم. یا چیزه کلاس های قرآنیه که مثلا باید برم کلاس های قرآنی رو تیک کنم و خیلی براش نگرانم و امیدوارم آخری باشه، یعنی من به آخری هم راضی هم که حداقل کلاس های قرآنی باشه. آخه حکم دادگاه هم و دادستان صالحی داده که دادستان صالحی هم همونیه که من زدم تو صورتش و انگشت فاکم و نشونش دادم و 100% با من لجه، چون وقتی اونجا پیشش بودم در اومد به من گفت که من اگه راحت بذارمت بری بیرون ولت کنم 100% به ریش من میخندی، پس اصلا چیزی نمیبینم که راحتم بذاره، 100% با من لجه. یکی از دوستانم که بام گرفته بودن بهش حکمای کلاسای قرآنی دادم، ولی اون در حد من نبود، یعنی اون کارهایی که من انجام داده بودم و انجام نداده بود و 100% صالحی هم باش لج نبود. اینا رو گفتم که بدونین که اگه اتفاقی برام افتاد دیدین نیستم، بدونین زندان و صدام. یه چیز خیلی مهمی که هست، وقتی منو بازداشت کرده بودن و رفته بودم زندان، بعضی هم میترسیدن که مثلا اسم من رسانه ای بشه، میترسیدن واسه من اتفاق بیفته. اصلا اینطوری نیست، اصلا اینجوری نیست. شما اگه صدای من نباشی، صدای کسایی که داخل زندان هم نباشی، اونا هر کاری که دلشون بخواد میتونن انجام بدن با من یا با کس دیگه ای که توی زندانه، پس صدای ما باشی. من به شخصه واسه خودم میرم، واسه شما میرم، دنبال آزادی ایرانم، شما و خودمم. خب تویی که میترسی بیرون بیای، پس از من حمایت کن، پس وقتی من رفتم زندان صدای من باش، پس وقتی من شهید شدم یا هر چیز دیگه ای صدای من باش، صدای همدیگه باشیم، باید متحد باشیم، نباید ازشون بترسیم، اینا هیچی نیستن، صفرن، هیچی نیستن، نباید ازشون بترسیم. اگه ازشون بترسیم بهشون داریم قدرت میدیم، ما میخواییم قدرت رو ازشون بگیریم، پس نباید ازشون بترسیم. وقتی اونجا بودن بهم گفتن اظهار پشیمونی میکنیم، یه لحظه با این جمله من یاد یلدا آقا فضلی افتادم، گفتم اون دختری که همسن منه اون اظهار پشیمونی نکرد، چرا من باید اظهار پشیمونی کنم؟ چرا من مثلا الان باید پشت اونو خالی کنم اون به خاطر ما شهید شد؟ مثلا اظهار پشیمونی نکردم. اگه روزی منم زندان رفتم یا روزی منم دستگیر شدم شهید شدم یا هر چی، شماها باید صدای ما باشید. من خودم صدای همه هم. صدای خودم هم. تو هم من باش، صدای دیگری باش، متحد باشی. هیچی